آقای منافزاده، در ابتدا قبل از اینکه پرسشی رو مطرح کنم با شما، اجازه بدید با هم شعاری که سه روز پیش در خیابان جمهوری تهران سر داده شد بشنویم و بعد نظر شما رو بشنویم. کفن نشود این وطن، وطن نشود با خون. کفن نشود این وطن، وطن نشود با خون. کفن نشود این وطن، وطن نشود. آقای منافزاده، این قبیل شعارها با تم لعن و نفرین و سایر شعارهایی که گویای فضای نوستالژیک ذهنی افراد هست، نظیر رضا شاه روحت شاد، احتمالاً واکنش به چه شرایطی است؟ درود بر شما و بینندگانتان. این شعار، مخصوصا این شعار آخری که شما پخش کردید، در واقع میشه گفت چکیده و جمع‌بندی همه شعارهایی است که در گوشه و کنار کشور از آغاز شروع به اصطلاح تظاهرات خوزستانی ها تا کنون در گوشه و کنار کشور مردم دادن. در واقع شما این شعار را اگر در نظر بگیرید، هم از نظر محتوا و هم از نظر فرم، بسیار شعار درخشانی است که مردم در سالهای اخیر دادند و یکی از خواسته های اصلی خوزستانی ها و خواسته اساسی مردم ایران رو بیان میکنه. در واقع رضا شاه روحت شاد شعاری است که میشه گفت متمم این شعاره، یعنی شعار تا آخوند کفن نشود، چون باور عمومی بر این است که رضا شاه دست آخوندها رو از امور کشور دور کرد، هرچند این باور کاملا درست نیست. یعنی رضا شاه تا آنجا پیش نرفت که تیشه به ریشه اسلام بزنی، ولی به هر حال چون کارهایی در جهت قطع دست آخوندها از امور کشور کرد، مردم به هر حال یک نگاه نوستالژیک به اون دوره دارن. البته شخصا گمان نمی کنم که جوانان ایرانی، یعنی نسل جوان ایرانی، دچار نوستالژی شده باشن و ممکن است در میان سالمندان کسانی بخوان به اون دوره برگردند، ولی نسل جوان ایرانی با شعارهایی که میدن در واقع رو به آینده دارن. این را هم فراموش نکنیم که یکی از عناصر فرهنگی ما همین نگاه به گذشته است و در پیش از انقلاب به هر حال این بازگشت به گذشته همیشه مطرح بوده. اسلامی ها میخواستند به نمیدونم صدر اسلام برگردند و دیگران می بودند که می خواستند به دوره پیش از اسلام برگردند، که البته در نهایت اسلامی ها پیروز شدند. به هر حال باید در نظر بگیریم که نسل جوان امروز با این شعارها نگاه به آینده داره و در پی در واقع کندن ریشه این رژیمه.